در آستانه سالگرد قیام 1401 فشارهای حکومت بر خانواده‌های دادخواه افزایش یافته و تعدادی از اونها احضار، بازداشت یا از برخی فعالیت‌ها نظیر فعالیت تو شبکه‌های مجازی و برگزاری مراسم برای کشته شدگان اعتراضات منع شدن. همراه میشیم با خانم شیرین نریمان، تحلیلگر و کنشگر سیاسی. به شما سلام و خوش آمد میگم خانم نریمان، ممنون که وقتتون رو به ما دادین و همراهمون هستین. ابتدا میخواستم برامون از جزئیات و نمونه‌های بازداشت و احضار و مجموعاً فشارهایی که روی خانواده‌های دادخواه داره صورت میگیره بگین. با سلام و تشکر و با درود بیکران که به من این فرصت رو دادین که در کنارتون باشم. همونطور که گفتین، خب قیام نزدیکه و مردم هم رژیم هم وحشت داره و از روی وحشت طبق معمول فشارها رو روی خانواده ها بیشتر کرده. خانواده های دادخواهی که خبررسانی میکردن یا اطلاعات در رابطه با فرزندان و عزیزانشون که در قیام گذشته جان باختند رو به مردم ایران خبررسانی میکردن. خبرهایی که هستش مثل حسن درافتاده، پدر کومار 16 ساله که سال گذشته در قیام در آبان سال گذشته به شهادت رسید رو شنبه پیش دستگیر کردن. این پدر در مراسم خاکسپاری پسرش هم سخنرانی مفصلی کرده بود در رابطه با از دست دادن عزیزش. همینطور خانواده از خواهر حدیث نجفی، افسون نجفی و پدر و برادر حمیدرضا روحی در این صفحه اینستاگرام خودشون اعلام کردن که تا زمان به اصطلاح سالگرد قیام از فعالیت‌های خودشون در فضای مجازی فعلا متوقف می‌کنن. رضا بیران نژاد، برادر مهدی بیران نژاد، از کشته شده‌های 30 شهریور 1401 در قوچان در روز 20 مرداد دستگیر شد. روح الله حیدری، برادر جواد حیدری و بقیه اعضای خانوادهش دستگیر شدن. ببینید، این همه اینجور همینطور نشون میده فشاری که بر روی ماهمنیر پیرفلک هستش. همه این فشارها همینطور مرتب به خانواده ها وارد میشه برای اینکه رژیم وحشت داره، میخواد جلو خانواده ها رو بگیره و از هر کدوم از این خانواده هایی که در فضای مجازی اطلاع رسانی کردن یا حتی از عزیزانشون پستای خیلی معمولی گذاشتن، نمیدونم تولد یا از زنده بودنشون گذاشتن، اونها رو متوقف کرده به حالی که رژیم وحشت داره. همونطور که مهمان قبلی آقای توکلی هم اشاره کردن، خود رژیم هم میدونه که یک قیام و یک خیزش بزرگتری در راه هستش و هر کاری که دستش بر بیاد انجام میده که بخواد به سکوت برسونه و تا اونجا که میتونه کنترل کنه همه چی رو. برای همین ما این همه این خبرها رو میبینیم و هر روز هم خبر میاد. مثلا خواهر خانم آتنا دائمی رو دستگیر کردن. خیلی از فعالین یکو ناپدید میشن یا دستگیر میشن به خاطر هیچ دلیلی و تمام وسایل تلفن، کامپیوتر، همه چیزشون رو به توسط رژیم مصادره میشه. اینا همه نشون دهنده فشارهایی هستش که روی هر کسی که صحبت میکنه و به اصطلاح خبررسانی میکنه میخوان تا اونجا که میتونن سرکوب کنن، بگیرن و تا اونجا که میتونن سعی کنن کنترل کنن، چون خودشون هم وحشت دارن از اون چیزی که در پیش هستش. حالا خانم نریمان، با مجموعه فاکتایی که برامون از فشارهای اخیر بر این خانواده ها گفتین، فکر میکنین و گفتین که مشخصا رژیم علتش اینه که از قیام میترسه و خلاصه نگران از سالگرد قیامه، ولی سوالم اینه که فکر میکنید آیا با این اقداماتی که رژیم داره میکنه، با این اقدامات سرکوبگرانه به اون هدفی که میخواد فکر میکنین میرسه و میتونه برسه؟ این رو چطور میبینین؟ نظرتون چیه؟ خب من زندانی دهه 60 و هم مجبور یه گریزی بزنم به دهه 60. من به خاطر دارم که از زندان که آزاد شده بودم، مادران پنجشنبه شبها یا جمعه ها قرار می زاشتن سر مزار فرزندانشون، حاضر می شدن با هم یک به یک بر سر مزارها می رفتن، دعا می خوندن، شعر می خوندن، به هم خبرها رو انتقال می دادن، منتقل می کردن.
خب این فضایی بود که اینطوری اون به اصطلاح مقاومت رو با خودشون همینطور ادامه میدادن و تمام خبرها و هر حرکت اجتماعی که میخواستن انجام بدن، اگه قرار بود که برن مثلا دفتر آقای منتظری، اونجا با هم رد و بدل میکردن. یعنی از همه این در نظر بگیم که این مقاومت خانواده ها از همون روزهای دهه 60 ادامه داشت. من حتی به خاطر دارم که پدرانی که شبها میرفتن قبرها رو میشکافتن که مطمئن بشن که اون فرزندشون یا فرزند اون کسی گفتن که این محل دفنشون هستش همون هستش. به طور مشخص رضا خاکسار رو به خاطر دارم که خانواده های دیگه رفته بودن و نبش قبر کرده بودن که مطمئن بشن که آقای رضا خاکسار وکیل معروف در اونجا هستن یا نه. بر همین ببینین همه اینها، این مقاومت بیش از 40 ساله که ادامه داره، 43 ساله که ادامه داره. بله طول کشیده، طول میکشه، به زودی سریع همه چی انجام نمیشه، ولی اون چیزی که همه ما میدونیم اینه که رژیم از اتحاد مردم میترسه، از اتحاد بین خانواده های دهه 60، خاوران. الان ما در سالگرد خاوران هستیم. ببینید مادران خاوران، خانواده خاوران اجازه ندادن خاوران فراموش بشه به خاطر مقاومت هایی که کردن و حضوری که مرتب داشتن با توجه به تمام سرکوبی که رو سرشون بود، ولی حضور داشتن. و همینطور الان خاوران کلمه مرز سرخ این رژیم رو میترسه ازش، همونطور که از خاوران گذشتن به 88 رسیدیم، به 96 رسیدیم، 98 رسیدیم و الان 1401 و الان در 1402. رژیم میدونه که اگر همه اینها به هم وصل بشه دیگه تموم کارش، واقعا تموم ماجرا. برای همین وحشت داره، سعی میکنه تا جایی که میتونه سرکوب کنه، نذاره اتفاق بیفته. اما ما باید چیکار بکنیم؟ خانواده ها روابطشون رو با همدیگه باید محکم سازی کنن، یعنی باید به اصطلاح نتورکینگ کنن، با همدیگه ارتباطاتشون رو برقرار کنن. از دهه 60 تا همین دیروز، تا همین امروز، تا همین فردا باید همه با همدیگه ارتباط داشته باشن و همه دست به دست هم و یار و پشت کار همدیگه باشن. مردم عادی باید اگر که نمیتونن سر مزارها برن، برن در محله های، میدونن تو هر محله همه میدونن که چه کسی فرزندش یا خانم عزیزش رو از دست داده، در اون محله ها حضور پیدا کنید، به یاد اون شهدا خیریه بدین، ولی در محل باشید و اینجوری شما پیام میدین به اون خانواده ها که شما در کنارشون ایستادین. این اون چیزی هستش که رژیم وحشت داره ازش. رمز مقاومت ما توی تجمع، توی جمع تکثیر میشه و اون چیزی هستش که رژیم ایران بسیار ازش واهمه داره و برای همه این سرکوب ها رو شروع کرده. باید الان زمانی رسیده که از 30 خرداد 60 تا همین امروزش 1402 همه خانواده ها با هم دست به دست بشن، با هم یکی بشن، با هم باشن و حیا رو یاور هم دیگه بشن و اون کسانی که اون فعالین، اون ایرانیان شرافتمندایی که واقعا در تمام این تظاهرات ها حضور داشتن، باید الان در کنار این خانواده ها قرار بگیرن، در کنارشون باشن، صدای اونها باشن، در هر محله‌ای که هستین سالگرد اون عزیزان رو به بهترین شکل، به قشنگترین شکل به خاطر به یاد بیارین، یادبود داشته باشین بهش و محله به محله باید به هم وصل بشن، محله به محله، شهر به شهر، استان به استان، همه باید به هم وصل بشن و به وصل بشیم تا بتونیم پیام این و اون چیزی که رژیم میترسه. باور کنیم که بله ما میدونیم که انقلاب در راهه، خیزش بعدی در راهه، ولی ما باید از حالا اینو بسازیم با هم دیگه، در کنار هم باشیم و بتونیم فضای ایجاد بکنیم که دیگه این رژیم نتونه بیاد و عزیزان ما رو یک به یک پرپر بکنه. زمان اون رسیده که همه خانواده ها به هم وصل بشن. البته فشارها روی خانواده ها بسیار زیاد هستش. خب در نظر بگیریم مثلا مادرهایی هستن که مادرهای 98 رو دستگیر کردن، در بعضیشون هنوز در سلول های انفرادی به سر میبرن، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن. خب ما نباید اونا رو تنها بذاریم، با
باید همه جا اسم اونها رو بیاریم و همه جا در کنار و همه جا یاد عزیزانشون رو به خاطر بسپاریم و یاد بود داشته باشیم براش. و اون چیزی هستش که ما باید رژیم و ازش وحشت داره و 100% که رژیم میترسه و نمیتونه کنترل بکنه. این رژیم ضعیفتر از اونی هستش که ما فکر میکنیم، سعی میکنه نشون بده که قوی هستش ولی واقعا ضعیفتر از اونی هستش که ضعیفتر از بسیار ضعیفتر از حتی 1601 هستش، با توجه به تمام شانتاج هایی که میکنه، با توجه به تمام سرسده هایی که میکنه، ولی واقعیتش اینه که بسیار ضعیفه. و این زمانی هستش که از دهه 60 تا امروز ما به هم بس بشیم، خانواده به هم بس بشن و مردم ایران از اونها حمایت بکنن. بله، بسیار سپاسگزارم از شما خانم شیرین نریمان، تحلیلگر و کنشگر سیاسی که تو این گفتگو همراه ما بودین و اینکه از تجربتون گفتین از دهه 60 و راهنمودهایی که برای خانواده ها و همینطور مردم برای قیام پیشرو دادین. وقتتون بخیر خانم نریمان و خدا نگهدار شما. با تشکر از شما.